فولاد کوانزیم ساخت پریمیدین و پورین هست، بازهایی که برای همانندسازی دی ان ای و آر ان ای سلول ضروری هست. در واقع دی هیدروفولات توسط آنزیم دی هیدروفولات ریدوکتاز به تترا هیدروفولات تبدیل میشه که من حالا شکل شماتیکش رو به شما نشون میدم. داروهای مثل امتیکس، پریمتامین، تریمتوپریم دی هیدروفولات ریدوکتاز رو مهار میکنه. ببینید در این شکل نشون داده شده که دی هیدروفولات تحت تأثیر دی هیدروفولات ریدوکتاز به تترا هیدروفولات تبدیل میشه. اگر چنانچه فولات ریدوکتاز توسط MTX یا تریمتوپرین مهار بشه، دی هیدروفولات نمیتونه به تترا هیدروفولات تبدیل بشه و نهایتاً پروسه ساخت دی ان ای با مشکل مواجه میشه. فولیک اسیدی که از طریق منابع غذایی میرسه تحت تاثیر فولات ریدوکتاز میشه دی هیدروفولات DHF. DHF تحت تاثیر فولات ریدوکتاز میشه تترا هیدروفولات. اینجا توجه داشته باشید ممکنه به صورت فولیک اسید وارد بشه یا اینکه ممکنه به صورت دایتری فولات از طریق فولات تغذیه‌ای منابعی از فولاد وارد بدن بشن و همونجور که گفتم نهایتاً قبل از ورود به پلاسمای با به فرم 5 متیل تترا هیدروفولات در میاد. 5 متیل تترا هیدروفولات 5 متیل تترا هیدروفولات تحت تأثیر کوبالامین B12 یک گروه متیلش رو از دست میده و تبدیل میشه به تترا هیدروفولات. توجه داشته باشید که کوبالامین یک گروه متیل رو از 5 تترا متیل تتراهیدروفولات میگیره و میده به هموسیستئین و وقتی این گروه متیل به هموسیستئین تعلق میگیره تبدیل میشه به متیونین که همونجور که عرض کردم متیونین در ساخت اسیدامینه دخالت میکنه. تتراهیدروفولات تحت تأثیر B6 یا آنزیم سرین ترانس هیدروکسی متیلاز یا B6 تبدیل به 5-10 متیل تترا هیدروفولات میشه. 5 متیل تترا هیدروفولات در ساخت دی ان ای سلول دخالت میکنه.